همیهنان عزیز، آفتاب تغییر بر ایران تابیده است. رژیم حاکم بیش از همیشه آشفته و ناتوان است. جامعه ایران لبریز نارضایتی است و جامعه بین‌المللی سرانجام به این واقعیت نزدیک شده که مماشات با این رژیم خطاست. همین اوضاع جوشان سه حقیقت اساسی را برای رسیدن به آزادی ایران و صلح و آرامش در منطقه بیان می کند. اول، ضرورت سرنگونی رژیم ولایت فقیه. دوم، در دسترس بودن سرنگونی این رژیم. و سوم، وجود یک آلترناتیو دموکراتیک و مقاومت سازمان یافته برای به زیر کشیدن استبداد مذهبی. اما راستی معنی این کلمات چیست؟ نخست، پاسخ به این سوال است که با رژیمی که عامل اسارت ایران و ایرانی و نیروی جنگ و کشتار در منطقه است چه باید کرد؟ آیا واقعا این رژیم اصلاح شدنی است؟ خیر. از 38 سال عمر این رژیم 20 سال اون رو مدعیان اصلاحات بر سر کار بوده اند و جز خدمت به ولایت فقیه کار دیگری نکردند. آیا امتیاز دادن به این رژیم باعث تغییر رفتارش می شود؟ خیر، دولت‌های آمریکا و اروپا در 3 دهه گذشته این روش‌ها را 10 بار آزمودند. و آیا مهار این رژیم امکان پذیر است؟ واضح است که خیر. این سیاست که اسمش را مهار گذاشته اند، در عمل مانع یک سیاست قاطع علیه رژیم است. پس نتیجه همان چیزی است که مقاومت ایران از آغاز بر آن تاکید کرده است، همان چیزی که امروز بسیاری در جهان به آن رسیده اند، یعنی راه حل و یگانه راه حل سرنگونی رژیم ولایت فقیه است.